از خبر خوش برای طرفداران امیر علی نبویان تا برنامه مشترک امیر علی و محمد بهرانی، از حضور امیر علی نبویان به عنوان گزارشگر عروسی و فوتبال تا سیر تا خیار امیر علی نبویان و فوبیای بزرگ، از همغاب شدن گرداننده زودیاک و پدرخوانده در یک برنامه تا رویارویی جذاب و دیدنی گرداننده زودیاک با امیر علی، آیا این ارتباط باعث حضور امیر علی در زودیاک می شود یا نوش؟ همه و همه در این قسمت از کانال 13. خوشگلای کانال 13 و طرفدارای پروپا قرص امیرعلی نبویان و امیرعلی تیا، سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. این ویدیو مختص طرفدارای دو آتیشه امیرعلی نبویانه، پس اگه طرفدار چشم و گوش بسته امیرعلی هستی این ویدیو رو ببین، اگه هم نه که بازم این ویدیو رو ببین که ضرر نمی‌کنی. رفیق لایک رو بزن تا بریم سراغ اصل مطلب. آقا یه خبر تو کانال گذاشتم و گفتم یه خبر خوش واسه طرفدارای امیرعلی دارم و گفتم که حدس بزنید به نظرتون چی میتونه باشه. حدسای جالبی زدین. مثلا یکی گفت تو فینال پدرخوانده است، که باید بگم نه، ضبط پدرخوانده همون موقع تو زمستون توی هفته ضبط شده، امیرعلی هم توش نیست. یا حدسای دیگه زده بودن که تو فصل بعدی پدرخوانده است، یا یه مخاطب گل دیگه مون گفته بود که قرار گرداننده بشه، که اینم فعلا خبری نیست. برای رئالتی شو جدید بخواد بیاد اطلاع میدم. خلاصه حدسا مختلف بود، اما النا خانم حدس زد که مصاحبه است. بله مصاحبه است، اونم چه مصاحبه‌ای. مصاحبه‌ای که محمد بهرانی گرداننده زودیاک هم توش هست. اتفاقا یه نفر دیگه هم هست که فکر نمی‌کنم تو ایران به محبوبیت این آدم کسی وجود داشته باشه. معلومه که منظورم کسی جز عادل فردوسی پور نیست. عادل فردوسی پور تو ویژه برنامه یورو 2024 یه سری مهمون دعوت می‌کنه که به جز خودش محمد بهرانی هم کار اجرا رو به عهده داره. تو این ویژه برنامه یورو 2024 که تقریبا آخراش هم هست، مهمونای ویژه‌ای مثل امیر مهدی ژوله، احسان عبدی پور، هوتن شکیبا، محسن کیایی حضور داشتن. تو این برنامه آقایون داداشا، سیروان و زانیار هم بودن. از بازیگرا پژمان جمشیدی و رامبود هم بودن، تا آخرین قسمتی که پخش شد مهدی پایتل و رنا آزادی وری همون سمیرای سریال زخم کاری مهمون عادل و محمد بهرانی بودن. اما چرا امیرعلی نبویان هم یکی از مهمونای آخرین قسمت این برنامه است؟ آقا تو این برنامه مسابقه بین یه سری از بازیگرا گذاشتن که نتایج بازی‌های یورو 2024 رو پیش بینی کنن. تو برنامه‌ای که هوتن شکیبا شرکت کرد، لیست این شرکت کننده ها رو دیدیم که تا اون تاریخ محمد بهرانی بیشترین امتیاز رو داشت و تو جایگاه اول بود و خود عادل هم پنجم. هوتن مهمون این برنامه هم تا اون لحظه 11ام بود و امیرعلی نبویان هم به عشق کانال 13 13ام. حالا رفقا چیزی که می‌خوام بگم اینه که این خبری که دارم بهتون میگم نه از جایی اومده، نه میتونم بگم که تا این لحظه 100 درصدیه، ولی فکری دارم که احتمال حضور امیرعلی نبویان تو این برنامه رو خیلی بالا میبره. دقت کنید تموم مهمونایی که تو برنامه عادل اومدن جزء شرکت کننده های مسابقه بودن، مثل سیروان و زانیار، مثل مهدی پاکدل، امیر مهدی ژوله، رامبد جوان، هوتن شکیبا، محسن کیایی. پس اینکه امیرعلی نبویان هم یکی از برگه‌های عادل واسه رو کردن باشه احتمالش کم نیست و میتونم بگم تقریبا قطعیه. اما چون این برنامه به صورت لایو ضبط میشه و توی یوتیوب پخش میشه، هنوز این برنامه ضبط نشده و قاعدتا اگه مشکلی پیش نیاد، امیرعلی نبویان هم چه بسا مثل مهدی پاکدل با همسرش تو این برنامه شرکت کنه. تو آخرین قسمتی که از فوتبال 360 پخش شد دیدیم که مهدی پاکدل تو رتبه اول قرار داره و امیرعلی از 3 تا اومده بالاتر و فعلا 10ام. خلاصه با این فکت امیرعلی احتمال قوی مهمون عادل محمد بهرانی میشه. یعنی اینکه عادل داره تک تک اون افرادی که توی این مسابقه پیش بینی شرکت کردن رو دعوت میکنه، قطعا امیرعلی هم جزء دعوتی این برنامه هست. از طرفی امیرعلی به شدت فوتبالی و برنامه فوتبالی هم داشته و گزارش فوتبال هم کرده که جلوتر میگم. پس اینم یه دلیل دیگه برای اومدنش که خودش آدم فوتبالیه. و دلیل سوم هم اینه که همونطور که تو لیست شرکت کننده مسابقه و افرادی که دعوت شدن یه نگاه بکنی میبینی که سلبریتی‌های وایرال روزو دعوت کرده عادل و کسایی آورده که فیلمی چیزی ازشون جدیداً پخش شده و اتفاقا طرفدارم زیاد دارن. اینم دلیل سوم که امیرعلی بالاخره جزء افرادی که مخاطبای زیادی جدیداً پیدا کرده. و آخرین دلیلم هم اینه که خیلی آرزوشونه که به برنامه عادل بیان. خود هوتن شکیبا با همه سوپر استار بودنش و اسم و رسمی که تو سینما داره، تو برنامه عادل گفت که آرزوم بود یه روز بیام برنامه. خلاصه امیرعلی هم قطعا برای مصاحبه و شرکت کردن تو برنامه بعد از اسکار مدیری، چه کسی رو بهتر از عادل میتونه پیدا کنه که تا حالا تو برنامه‌ش هم نبود. خلاصه مصاحبه جذابی میشه، رویارویی محمد بهرانی گرداننده شب‌های مافیا زودیاک با ستاره پدرخوانده. قطعا شوخی‌های مافیایی جدا از بحث فوتبالی هست، از کلکلای محمد بهرانی با امیرعلی یا شوخی ناب عادل فردوسی پور با امیرعلی درباره بازی مافیا که احتمالاً شایدن وایرال میشه و اکسپلور رو میترکونه. حالا باید ببینیم این ارتباط و گفتگو باعث میشه که امیرعلی نبویان بره زودیاک یا نه.
امیرعلی که تا حالا نشون داده به سعید ابوطالب پایبنده، اما با سناریوی پدرخوانده مشکل داشت و نیومد. باید ببینیم این ارتباطات تأثیری تو انتخاب امیرعلی میذاره یا نه. در هر صورت من فکر میکنم نبویان تو فصل بعدی یکی از این رئالیتی شوها هست، یعنی حالا یا پدرخوانده یا زودیار. البته به شخص احتمال پدرخوانده رفتنشو بیشتر میدونم. همونطور که گفتم قبلا امیرعلی یه برنامه فوتبالی به اسم سرخابی و مجریگری کرده. امید آلشا چطور؟ امید که اونم سفته مثل این که. و جالب بدونید که تو برنامه خندوانه هم یه بار فوتبال گزارش کرده. مارسلو عبور از خط محوطه جریمه، پاس خوب، موقعیت برای آن رئال، حالا تو آستانه شش قدم و دروازه باز میشه. امیرعلی فوتبالی و به شدت استقلالیه و دلیل استقلالی شدنش هم ناصرخان اعجازی بوده. تا یادم نرفته اینم بگم که مستند ورزشی پرویز خانم که جدیداً از فیلمو پخش شد، روایت و نریشنی که توی این مستند هست با امیرعلی نبویانه. پس ببینید که این پسر مافیا بازتون چقدر فوتبالیه. آقا تو صحبت سر گزارش اینم بگم که ویدیو کلیپ عروسی سپند امیر سلیمانی و مونا کرمی که هر دوشون از بچهای مافیا بازن و اتفاقاً سپند از رفیق جینگای امیرعلی نبویانه جدیداً پخش شد. تو این ویدیو امیرعلی نقش گزارش کرد که نه راوی هم که نه نمیدونم، خلاصه صدای امیرعلی روی ویدیو این زوج هنرمند بود. امید که رازی میان شما نباشد و رازداری جز خودتون و عشق را جاودانه پاس بدارید که پاکترین ودیعه پروردگار است در سینه آدمیزاد. و یا دارید یک چنین شبی غرق ماهتاب و نسیم و طرب، من شما را به امید لطف حق تا دنیا دنیاست کنار هم خواندم به عهدی بیریا و ابدی. و حالا یه سیلتخیار مختصر از امیرعلی نبویان. سید امیرعلی نبویان 2 فروردین سال 59 توی یکی از مریض‌خونه‌های تهران تولید شد. البته قاعدتاً کارای اداری برمی‌گرده به سال 58، ولی خروجی این پسر قشنگمون 2 فروردین سال 59. با اینکه امیرعلی توی تهران دیده به جهان گشایید، اما به دلیل اصالت آمولی پدر و مادر گرامی شناسنامه‌ش رو رفتن از ثبت احوال آمول گرفتن و گنگستر آمول که میگن خود امیرعلیه. پدرش نصرالله نبویان و مادرش خانم مرسده نورزاده است و تنها یه برادر کوچکتر به نام البرز داره. نبویان تنها خواهرزاده مسعود فروتنه که راه داییشو ادامه داد و آخرش هم مجری شد. دلیل یکی نبودن فامیل مادرش و داییش هم که ما هرچی سرچ کردیم چست مسکار اطلاعاتم نصیبمون نشد، ولی خب در صورت حرزاده به داییش رفته. داشتم از آمول تهران میگفتم، اینم بگم که امیرعلی نه تهران رو واسه زندگی انتخاب کرد نه آمولو، و چند سالیه که توی بندر انزلی زندگی میکنه و به گفته خودش این شهر رو خیلی دوست داره. یکی از کارهای فرهنگی که امیرعلی میکنه اینه که تقریبا هر هفته سه‌شنبه توی کافه تو بندر انزلی کارگاه نقد فیلم میذاره و ملت با هزینه کم میتونن توی این کارگاه شرکت کنن و توی نقد فیلم با امیرعلی نبوی مشارکت داشته باشن. اگر تونستی این فیلم موفق شه، اگر نه به نظرت اینا یه مش جزیره جدا از همه که به واسطه یه قراردادی که برای تولید این فیلم دارن دور هم جمع شدن و وقتی این فیلم موفق نشد؟ امیرعلی فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی برق از دانشگاه علوم و فنون مازندرانه و جناب مهندس روزی که فهمید دانشگاه قبول شده اونم اونجا، عین بچه‌ای که براش لب خریده بودن، جای جای اعضای تحتانیش عروسی بود و از خوشبختی تو گنج خودش نمی‌پوسید. امیرعلی بعد از دانشگاه هم سر از کلاس‌های بازیگری در آورد و خیلی زود وارد حوزه نویسندگی شد که در ادامه از آثار و این غیره اینا براتون توضیح میدم. امیرعلی نبویان تو تاریخ 8 مهر ماه سال 95 با خانم بهار نوروزپور نویسنده و تهیه کننده تئاتر ازدواج میکنه. با هم همکاریایی هم داشتن سر چند تا اجرا، مثلا سر یکی از اجراها که امیرعلی نویسنده و کارگردان بوده، بهار همسر امیرعلی تهیه کننده این کار بوده. و اینکه میگم سپند رفیق جینگ امیرعلیه، ببین از کی رفاقتو داشتن. بازیگر همین تئاتر سپند امیر سلیمانی بوده، فرزین مهندس بوده، هدایت هاشمی و چند نفر دیگه. نبویان اولین بار سال 87 برای حضور تو کلاسای بازیگری ساکشو جمع کرد و از آمول به تهران مهاجرت کرد و دوره بازیگری رو پیش استادایی مثل هدایت هاشمی و مهتاب نصیرپور یا حسن مجونی گذرون که واقعا خوش به حال شما اسم اساتید دو خودت ببین تریلی ادک نمیکشه. امیرعلی برای رادیو 7 که از شبکه آموزش پخش می‌شد و ساخته منصور ضابطیان نازنین بود، داستان‌های شبانه می‌نوشت که بعداً تو قالب چند جلد کتاب به اسم قصه‌های امیرعلی روونه بازار شد. امیرعلی اولین تجربه خودش رو تو تلویزیون سال 92 با بازی تو سریال نوشدارو به دست آورد. نبویان سینما رو هم تجربه کرد که متأسفانه به شدت بد شانس بود. با اینکه تو اولین کار بازیگریش تو فیلمی رفت که بابک کریمی، حامد بهداد، رعنا آزادیور، پگاه هنگرانی و باران کسری و محمد رضا هدایتی بودن، اما فیلم خانه دختر چند سالی توقیف بود و آخرش موقعی اکران شد که امیرعلی به عنوان مجری شناخته می‌شد نه بازیگر. البته اینم بگم که خود امیرعلی تو مصاحبه گفته که چندان علاقه‌ای هم به بازیگری نداره، یعنی براش خیلی مهم نیست که حالا بازیگر شناخته میشد یا مجری، فعلا که به عنوان یه پلیر حرفه‌ای شناخته شد. اما اوج شهرت امیرعلی نبویان برمیگرده به ریالیتی شو پدرخوانده.
البته قبلش تو شب‌های مافیا حضور داشت، اما تو فصلی که پدرخوانده یه جوری ترکوند که اسمش از اونجا شد تریلی پدرخوانده. تو برنامه ارتش سری هم کار گردانندگی می‌کرد، اما ارتش سری خیلی برنامه پرمخاطبی نشد. نباویان تو اسکار مدیری هم اومد و نشون داد که خیلی باهوش و بازیاش تو پدرخوانده و مافیا الکی نیست و از هوش بالایی برخوردار. از نکات جالب زندگی نباویان بد نیست بدونید که متنفر از فضای مجازی و عین عادل فردوسی پور هیچ صفحه‌ای تو هیچ پلتفرم و اپلیکیشنی نداره. معمولاً تو لایو بقیه به زور می‌برنش. دلیل این کارم دوری از حاشیه و فوبیای با خبر بودن از اتفاقات بد تو جامعه میدونه، به حدی که حتی اخبارم گوش نمیده و هرگز راضی نمیشه به خوندن هیچ اس ام اسی. دیگه ببین تا چه حد فوبیاش کلفتی که هرچه مردم اس ام اس هم نمیخونه، حتی اس ام اس های بانکو میترسی خریده زیاد شده باشه دیگه. خلاصه خودتون کشیدید میدونید. امیرعلی خودش دیگه مصاحبه‌ای هم گفت که رانندگی بلد نیست و همین قضیه اندازه خریدن یه ماشین چوله انداختش. یعنی ببین چقدر قشنگ نیمه پر لیوانو میبینه. خلاصه که خودشو خلاص کرد و رانندگی هم نمیکنه. حالا اینم یه مدل فوبیاس یا چیو نمیدونم، اما کل بچهای اسنپ بندرانزلی باش یه عکس یادگاری دارن. خب رفقا، از اونجایی که خبرهای دست اول سعی میکنم همیشه بهتون بگم، به نظرم و طبق فکتایی که آوردم تو همین چند روز آینده امیرعلی نباویان مهمون عادل فردوسی پور و محمد بهرانی میشه. واسه یه پیشبینی دیگه هم دارم، این که ممکنه کامبیز دیرباز هم مهمون این برنامه بشه و دوتا گرداننده مافیا و پدرخوانده رو توی قاب ببینیم. چون کامبیز هم فوتبالیه و تو لیست این پیشبینی کننده فوتبال 360 بود که تک تک دارن دعوت میشن. بچه‌ها به آخر این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید و مثل همیشه مراقب زیباییتون باشید و خدا نگهدار.